نما آقای مصداقی، چه اهمیتی داره دستگیری آقای حمید نوری و چه اتفاقی خواهد افتاد یا به هر حال در روند دادگاه چه شده؟ آقای اولا بگم که امروز روز بزرگی در تاریخ ایران، ما برای اولین بار یکی از جنایتکاران علیه بشریت رو تونستیم در دادگاه عدالت به پای میز عدالت بکشونیم و در واقع این آغاز مسیری است که ما ادامه خواهیم داد چنانچه قبلا وعده داده بودیم. و من فکر میکنم روز بزرگیه برای مردم ایران، به خصوص برای مادران و پدران داغدار، برای همسران رنج دیده و برای فرزندان کسانی که پدر و مادرشون رو در روزهای سیاه دهه 60 از دست دادن، به ویژه در کشدار 67. یکی از فعالترین عناصر هیئت مرگ رو در زندان گوهردشت رو امروز ما اینجا داریم، در دادگاه داشتیم. ای کاش مردم ایران می بودن اینجا و چهره این جنایتکار رو از نزدیک می دیدن، او رو که چگونه می لرزید. ای کاش در اینجا می بودن و می دیدن اونهایی که در ایران برای مردم ایران آنگونه عمل می کنند و اونگونه زندانیان رو به خاک و خون کشیدند، اینجا می بودن و می دیدن این چهره رو. امروز باید خدمتتون عرض کنم اهمیت این موضوع در اینه که آقای حمید نوری و حمید عباسی، ایشون یکی از نزدیکان سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و عضو هیئت کشدار 67 هست. ایشون یکی از نزدیکان شیخ محمد مقیسه، قاضی ارشد نظام اسلامی است و ایشون یکی از همکاران مصطفی پور محمدی و همچنین علی فلاحیان، وزرای سابق وزارت اطلاعات و همچنین نایب قائم مقام وزارت اطلاعات هستند و وزیر دادگستری سابق دولت آقای روحانی. ایشون مدت ها در وزارت اطلاعات هم فعالیت داشتن در و با اسامی مستعار در اونجا با نام های وحید و عبدالله. سوابق ایشون رو از سالها پیش بنده دنبال میکردم، در کتاب خاطرات من هم نام اصلی ایشون حمید نوری و هم نام مستعار ایشون در کتاب خاطرات من اومده در جلد سوم در تمشک های ناآرام. آقای مصداقی من صحبتتون رو قطع میکنم، به مزد خواهم. ایشون فعلا متهم هست و هنوز دادگاه در واقع تصمیمی نگرفته. آنچه که اتفاق افتاد در دادگاه، تصمیم نهایی چه است و روند بعدی چه خواهد بود؟ اگر کوتاه بگید ممنون میشن. ایشون در بازداشت باقی میمونن علارغم تلاش هایی که صورت گرفته بود در بالاترین سطح از طرف دولت جمهوری اسلامی، به خصوص وزارت خارجه. با این حال شکست خوردن در این مرحله و دادگاه رأی داد به ادامه بازداشت ایشون برای 4 هفته تا اینکه ما فرصت مناسب داشته باشیم برای ارائه اسناد و همچنین شواهد و ارائه شاهدان دیگه به دادگاه برای تصمیم گیری ادامه این. ممنونم از شما.